آمدن و رفتن ما سودی کو، از بافته وجود ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود تودی کو. روز سوم تمرینات حرفه‌ای یک شطرنج باز، روز سخت. خوش اومدیم به کانال لذت شطرنج. امروز هم میخوام تمریناتی که برای ارتقای شطرنجم انجام میدم رو براتون به اشتراک بذارم. گاهی توی زندگی ما حالمون خوش نیست و این کاملا اوکیه، کاملا عادیه. هر انسانی همچین چیزی رو توی زندگیش تجربه میکنه. ما هر روز اون انگیزه بالا رو نداریم، هر روز پرشور و پرهیجان نیستیم. اتفاقاتی میفته، ما توی یه محیطی زندگی میکنیم و اتفاقاتی که میفته رومون تأثیر میذاره، خودمون، سایرین، همه چیز رومون تأثیر میذاره. پس یه روزهای سختی هم وجود داره. توی این روزها مهم اینه که ما بتونیم نظممون رو حفظ کنیم و کارهایی که باید انجام بدیم رو حداقل انجام بدیم. اگرم نتونستیم زیاد به خودمون سخت نگیریم و راه رو جلو بریم، اون کاری که میتونیم انجام بدیم رو حداقل انجام بدیم، اگرم نه یه استراحتی بکنیم بعدش دوباره برگردیم. اما امروز من چه تمریناتی رو انجام دادم؟ یکی از مشکلاتی که من امروز داشتم این بود که چشم هام خیلی اذیت میشد، به همین دلیل ویدیو هم دیر به دست شما میرسه. مجبور شدم یه توفیق اجباری که کلن از رو کتاب پازل حل کنم. یه دو ساعت و نیمی فقط از روی کتاب روش دارکوبی مسئله حل کردم، به مسئله شماره 306 رسیدم. در اون کتاب مسئله‌هاش سخت شده، تا 225 آسونه ولی از اون به بعد سخت میشه. به زودی مسئله‌های جالب اون کتاب رو هم براتون به اشتراک میذارم. حالا میخوام برم توی سایت chess.com شطرنج بزنم. در بین بازی براتون صحبت هم خواهم کرد که چه کارهای دیگه‌ای رو باید انجام بدیم. بریم شطرنج 10 دقیقه رو بزنیم ببینیم حریف برامون میاد. بله خیلی هم سریع، یک استاد بزرگ. بله خیلی هم سریع با حرکت D4 بازی رو آغاز میکنه. با یه استاد بزرگ بازی دارم و از F3 رو بازی میکنه، G6 گس چس نمیدونم چی، و از C3 رو بازی میکنه. باید D5 رو بازی کنم که مرکز رو کنترل کنم. سیستم لندن ورسوف رو در دستور کارش قرار داده. ایسه که جوباوا و سیستم جوباوا هم بهش میگن. خب ایسه رو بازی میکنه که خیلی نمیدونم دلیلش چیه. قله بریم، فیلیدو یا آشیشی بازی کنیم، خونه B5 رو پوشش بدیم. خب حریف فکر میکنه. من دوست دارم که در این وضعیت‌های 3-5 هم بازی کنم که به مرکز حریف فشار بیارم. حالا حریف خواست بزنه، وزیرمو میذارم A5، باید به مرکزش بتونم فشار بیارم. خب چون استاد بزرگ و یکم هم زمانم کمه، خیلی نمیرسم همه جا رو توضیح بدم. بعد بازی هم زمان هست برای توضیح دادن. اسب به D7 وجود داره و از C6 رو اگه بزنه میزنم به در C5 رو وزیر A5 میکنم، مشکلی نداریم. بریم اسب C6 به در C6 رو پریموف بکنم، مشکلی نداریم با اینکه بزنه و بعد پیاده C5 رو بزنه. باید روی مرکز فشار بیاریم و اینجا GMش نوشته شده، گراند مستر گس چس گیم. اسم آیدی کاربریش هم گس چس گیم، از کشور سنگال. بسیار هم عالی، یعنی حرکت شطرنج با حرکت با حدس زدن شطرنج. گس یعنی حدس، چس یعنی شطرنج، گیم هم یعنی بازی. حدس شطرنج بعد بازی، همچین چیزی باحال اسمش. و یه بازی بسیار زیبایی رو خواهیم داشت. خب یکم زمانم برگشت، بذاریم من مهره ها رو بذارم. من یکی بیاد میگه این چیه اینجوری کرده، این به در C6 رو وقتی پریموو میکنم این کار صورت میگیره. اگه پریمووتون کار نمیکنه برید توی اون بخش سایت. خب من وزیر A5 رو بازی کنم دیگه دوستان، درسته؟ اومده بودیم که وزیر A5 بازی کنیم. بریم ببینیم چیکار میخواد بکنه. شاید میخواد از D3 بازی کنه، شاید، هیچ وقت نمیدونی. خب زمان رو نگه داریم، برتری زمانی رو. خوبه، یه تجربه خوبیه توی این روز با بازی با یه استاد بزرگ. بعد این بازی رو بررسی میکنیم، راجع به سیستم لندن ورسوف خیلی چیزا یاد میگیریم. بازی کن دیگه استاد بزرگی، چرا اینقدر فکر میکنی؟ آه استرده پنج دو اصلا نیدم داداش، شرمنده، فکر نمیکردم داشته باشی اصلا اینو بزنی.
خب یه وزیر در 3-5 دارم که یه پیاده عقبم دیگه ها. خب ولی جبران دارم نه، یا همین جوری جو بگم. خب ببینیم چی میشه. از در 5 وزیر در 5، نکته اینه که داره از در 6 میزنه. به این دلیل داشت فکر میکرد که ببینه این چی میشه. من داشتم حرف میزدم از در 5 میتونه یه از در 7 کیش بزنه بعد فیل اینجا. پس اگه از در 5 بزنم اول از در 7 میزنه، این به درد نمیخوره. خب وزیر در 3-5، از در 6 کیش، فیل در 6، از در 6، وزیر در 6، 3-3 یه پیاده جلوه. رخ D8 رو چی کار میکنه دوستان؟ از در 6، فیل در 6، رخ D8 رو بهتر اینه که اینجوری بازی نکنه. 3-4، وزیر در 3-5. دوست دارم این شاخه رو. رخ D8، 3-4، وزیر در 3-5، یا از در 5 الان. رخ D8 رو از در 7 رو که میزنم، اوکیه؟ خب رخ D8، از در 3-6. پس این نکته داره، از در 3-6 میزنه. رخ D8 بازی کنم، از در 3-6، B در 3-6، از در 7، شاه اینجا، از در اینجا، یا فیل D6 جفتشو داره پس به درد نمیخوره. از در 5، از در 7، شاه H8، فیل در 5 خوب نیست. نه خب از در 5، وزیر در 5، از در 5، فیل در 5، رخ D8، آها وزیر E4 اجبار، فیل C3 هم داره البته. رخ در 5، فیل در 5، فیل در B2، رخ D1 این بد نیست. از در 5، وزیر در 5، میشه با فیل هم E5 رو بزنم. با فیل زد، حالا رخ D8، خب وزیری 4 اجبار، فیل F5، وزیر F4 اجبار، وزیر در 5، فیل 3، از در 5، فیل وزیر در 5، چیزی نمیگیرم. از در 5، وزیر در 5، فیل در 5، فیل در 5، فیل 6، وزیری 4، F5، وزیر G3، فیل 6، شاهین، وزیری 4، جالب. خب بریم اینو بزنم. خب حالا با اسب بزنم یا با فیل؟ با فیل بزنم، با فیل میزنه، فیلی 6، وزیری 4، وزیر در 5، فیل 3، خوب نیست. فیلی 6، وزیری 4، فیل F5، وزیر F4. از فیل خب بزنیم. رخ D8، وزیری 4، فیل F5، وزیر F4، وزیر در 5. اینجوری پیاده رو پس میگیرم، ولی خب اوضاع خیلی بر وفق مراد نیست واقعیتش. ولی خب پیاده رو پس میگیرم، بزنم توی 5 با وزیر. رخ D8، وزیر اینجا، فیل اینجا، وزیر اینجا، فیل اینجا، وزیر اینجا، نه دیگه منطقی اینه که یه رخ D8 رو هم بیارم. وقتمونم کلن رفت، محاسباتی بود دیگه. منم خیلی امروز فرم محاسبه نبودم، این حریفمونم. خب
خب باید وزیر E4 بازی کنه، فیل F5 و وزیر F4 داره. همین اینها رو محاسبه کرده بود، فکر نمی کنم. بریم حالا وزیر F4، حالا وزیر در C5، فیل C3، فیل در C2 دیدم براش. بریم ببینیم چی میشه دیگه. یه فیل خوب اینجا خواهد داشت، ولی این تنها راهی بود که بازی رو در جا از دست ندم. فیل C3، فیل در C2، میتونم اولی پنجم بازی کنم ولی زیاد فرقی نداره. رخ C1، فیل D3. بریم ببینیم چی میشه. پیاده رو پس گرفتم با محاسبات، ولی خب زمان زیادی رو از دست دادم. فیل D3، به این نتیجه رسیدم اینجا چیزی نداره. در آخر محاسبات به این نتیجه رسیدم. یکی از مشکلات یه بازیکنی که خیلی وقت بازی نکرده اینه که خب زمان کم میاره. الان منم اینطوری شدم، زمان کم آوردم. یکم برتری سفید این فیلش خیلی قدرتمنده و ندیده بودم، مثلا از درده پنجش رو ندیدم. بازی جالبی بود مقابل یک استاد بزرگ. ببینیم بعدن اسمش رو پیدا میکنیم ببینیم کی بوده، ریتینگش هم نمیدونم چقدره. باید مثلا 2 دقیقه زودتر این محاسبات شکل میگرفت، ولی هنوز وقت دارم. 3 دقیقه و 50 ثانیه، خیلی استرس به خودمون ندیم. اوکی، یه بازی میکنیم، خبری نیست. ته بازی شطرنج اینه که میبازی با هر کسی که بازی کنی، تهش اینه دیگه، اتفاق خاصی که نمیخواد بیفته. بازی تقریبا متعادله، فقط باید حواسم به این خونه ها باشه. این رو پریموف کردم دوستان، در نظر داشته باشین که زمان از دست ندم. امیدوارم به اندازه کافی فکر کنه که من داره روی یه چیزی فکر میکنه. فیل D4، وزیر F5 دارم، ندیده بودم ولی خب خوبه دارم، خوبه این حرکت رو دارم. G4، وزیر E4، نه میتونم دیگه وزیرش رو بزنم. فیل چیش هست در D4، مشکلی نداری. پس بیا همینو دوباره پریموو میکنم. بازیه جالبی شد، امیدوارم که به اندازه کافی فکر کنه که زمانمونم برابر بشه و ببینیم چی میشه. مسابقه تاتا استیل تموم شد و اومدیم سراغ بازی کردن خودمون. اگر امروز خیلی انرژی نداشت ویدیو اینا، دیگه خیلی سخت نگیریم بر من. خب زد درست پیش بینی کردم. میشه H5 رو بازی کرد، رخ AD8 هم میشه اینجا بازی کرد. آره چرا رخ AD8 بازی نکنم؟ فیل A5 که نداره، چیز خاصی نداره فعلا. داره وزیر چیش بیاد. My bad. خوب نبود، باید میرفتم برای تعویض وزیر سریعتر. ولی خب بریم تعویض وزیر رو. آسه بازی کرد. بریم ببینیم چی میشه. وزیر F5 تعویض که نمی کنه به نظرم، وزیر چیش بازی میکنه، ولی بزنم که اگر تعویض کرد زمان از دست ندم، چون همه پیاده‌هاش هم رنگ فیلش و ستون دی رو هم ازش گرفتم. ولی اگه تعویض نکنه وزیر من توی F5 مهره بسیار قدرتمندی خواهد شد، پس شاید هم باید تعویض بکنه تا ببینیم چی کار میکنه. یکم زمانمون اوکی بشه میتونم بهتر بازی کنم. حالا نمیدونم ریتینگ سری و ایناش چیه، ریتینگ بلیتس و ایناش چقدر باشه. از کشور سنگال فوتبالیست، خدایا کی بود؟ سادیو مانه سنگالی بود؟ آره فکر کنم قبلش هم بازیکن خوبی داشت، چرا یادم نمیاد. دروگبا که ساحل آج بود. حالا ولش کن، شطرنج میخوایم بازی کنیم، بنویسیم بازیکن فوتبالی رو، بنویسیم. لایک بزنید، دارم با استاد بزرگ بازی میکنم. یکم انرژیم برگشت، با استاد بزرگ خوردم. خب زمانمون هم داره بر میگرده، کم کم دارم بهتر میشم. خب وزیر 3-4
مدار و رخ آیا خواهد چیکار کنه؟ آیا یه H5 بد نیست که بدون دنیا دستکیه؟ اونجوری هم نیستیم. میتونم بعدش دوباره تعویض وزیر رو بهش پیشنهاد بدم، یکم اذیتش کنم. خب فکر میکرد که این بازی رو میتونه ازم ببره، ولی خب خوب باش بازی کردم. وزیر اونجا B5 چه مشکلی داره؟ فیلش رو کجا میخواد بره که مثلا منو از فیلش اصلا جایی نداره بره. B5 اوکی شدم، وزم خیلی خوبه، فقط زمان از دست نه. یه اسب B5 از C4، آها اومده بود که تعویض کنه. اسب B5 میتونم بازی کنم و وزیر G4. وزیر G4 میزنه، میزنم، بریم وزیر G4 رو. الان وزیر C2 بیاد، وزیر D7 یا رخ هم رو تکون بدم، رخ D7 آره رخ D7 یا رخ بیا عقب. میخوام مجبور شه G3 بازی کنه، یکم شاهش ضعیف شه. زمان و مکان چیزهای بسیار مهمی هستن. یه شاهش هفت بریم که این عرض آخر رو داشته باشیم. شاه G2 بازی کرد، پنج رو بازی کنم با ایده E4. آیا F3 بازی خواهد کرد؟ تونستم وزیر C4 هم بیام، بتونم اسبمو برسونم خونه های سفید رنگ، میبرمش. حالا باید ببینیم میرسیم یا نه. F3 وزیری 6 رخ D1، خب B3 بازی کرد. بریم من این 4 رو بازی میکنم، وزیر کیش رو بگیر، باید مواظب باشم. وزیر کیش، حالا فعلا شاه G1، باید مواظب یه سری نکات ریز باشیم. اینجا داره وزیر C3 بازی میکنه. خب وزیر C3 داره بازی میکنه. خب چیکارش کنم؟ SP7 اسب 5 که ندارم، سخت شد کار. چیز خوبی پیدا کرد. خب رخ دس، رخ دس رو که میزنه، رخ D6 وزیر C6 باید برم دیگه، راهی ندارم. گن زدم اینجا شو، فکرم به فیل B2 وزیر C6 میخواست، میدونستم میخواد فیل B2 بازی کنه، ولی دست کم گرفتم. وزیر C5، خب رخ کیش بدم برگردم، برو رخ کیشو بده. خب حالا وزیر D2، بریم روی اینم و روی این. یه دقیقه وقت دارم. فیل C3 وزیر در F2 و شاه اینجا. حتی میتونم وزیرها رو عوض کنم دیگه، مشکلی ندارم اونجوری. شاه F1 وزیر F5 شاه اونجا. اسبمو کجا بذارم؟ وزیر در C6 وزیر در F2 شاه اینجا، وزیر F1 شاه اونجا، وزیر F2 شاه اینجا. بزنم توی B2 میزنه توی E4، میزنم توی B3 شانس برد دارم. شاه G2 بازی کرد، شاه G2 خوب بازی کرد، اینو بزنم.
اینو بزنم. خوبه، شانس بیشتری دارم برای بردن. وزیر در آ6، پیاده جلو نیستم، نه وزیر رو بزنیم دسه. یکم باید زمان بخرم اینجا. اینجا مساویه دیگه، بعد هم از این میاد اون برای برد تلاش میکنه. خب بازی مساوی شد. عجب بازی سختی بود. 22 دقیقه بازی کردیم تا آخرین لحظات. ریتینگ حریفم 2583 بود، من 2548 بودم، اون 84 بود، من 48. اون یکی داد، من یکی گرفتیم. بریم بازی رو بررسی کنیم، چه بازی بود. واه، یه برنده بازی کسیه که اشتباه یکی مونده با آخر. دقت من 97.6، دقت حریفم 97.5، یا اون دقت اون 97.6، دقت من 97.5. بریم ببینیم چی بود. D4، اسب F6 و شروع بازی جوباوا لندن، لندن ورسوف، جوباوا راپورت، همه چی بهش میگن. خب شاخه ایسه، من شاخه ها رو اینجا بلد نیستم واقعیتش، حالا با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. خب بریم توی بخش اوپنینگ. نداریم داداش، اوپنینگمون کجاست؟ چیه صفحه رو بزرگ کردم، اوپنینگ رو نمیبینیم. کلن اوپنینگ نمونده توی سایت. آنالیسیس رو بزنم، دیتیلز، اوپنینگ. آقا اوپنینگ بازی کجاست؟ چرا اینجا اوپنینگی نمیبینم من ببینم کیا چی بازی کردن. خب فیل F4، فیل G7، اوکی. ایسه، بله اوکیه. فیلیدو A6 رو اینجا بازی کردم. میگه از H5 هم میتونی همین الان بازی کنی، بری دنبال شکار فیلش. A6 هم خوبه به نظرم. اون از B5 بازی کرد، من C5، حمله به این مرکز نزد، قلعه رفت. اگه میزد وزیر رو میذاشتم A5 و بعد پس میگرفتم. قلعه رفت و اینجا میگه باید اول میزدی بعد از زدن از C6. یادتون باشه چند روز پیش بازیه، بذاریم بریم اول بازیه فیروز جان نپو اینطور بود. از سه، اسب F6، D4، D5، فیل F4، E6، نه فیل F4، نپو C5 بازی کرد، E3، نپو همینجا زد، ها اشتباه میگم؟ آره همینجا زد، بعد A6 بازی کرد، بعد اسب F3، فیل G4. این بازیه، این توی همین سیستم بود دیگه. حالا اون من G7، فیل G7 بازی کردم. چرا این بازی رو نشون دادم الان بهتون میگم. بریم توی بازی خودمون
به این دلیل که میگه اینجا بهتر بود تو هم میزدی توی د چهار. یعنی الان اگه نپو بود میگفت آقا من اون بازی از خدام بود به یه همچین وضعیتی برسم، شما مرادی چرا اینو بازی نکردی؟ الان از بذار 3-6 فیلو بذار افن، واقعا سیاه اوکی این وضعیت، من اوکی هم، یعنی از این به بعدم همینو بازی میکنم هر کسی بازی کرد. حالا فقط یه نکته، اگه قله بره اسپچ 5 بریم دنبال شکار فیل، فیل اومد اینجا H6، فیل اومد اینجا G5 رو دوست ندارم چون اسپ 5 داره، فیلش میشینه به این، اینو دوست ندارم. ولی چی میگه؟ فیل 6 و فیل 6 بازی کن، گروه خونی ما به این نمیخوره، با ولمون کن. این چیه میداری میگی؟ خب خود 3-5 ششه میزنه دیگه، پس گرفتنش سخته. آها اینجا وزیر A5 ندارم. خب پس چیکار کنم؟ فیل 5 میشه فیل فست هفتینام بازی کرد. حالا اینجا اوپنینگش کار نمیکنه، نمیدونم چرا، باید یه جا دیگه بررسیش کنم. حالا بعدن اگه دوباره بازی شد بهتون میگم، خودم میرم بررسیش میکنم، بررسی های تکمیلی رو شاید توی یه ویدیو دیگه یا ادامه همین ویدیو براتون گذارم. اینجا اوپنینگی نداره که من ببینم کیا چی بازی کردن. 3-5 نمیبینم، قبلا داشتیم ما. خب یکم هم صدای سیستم داره میاد. از 3-6 هم میگه خوب نبوده. D3-5 وزیر A5 هم درسته. خب وزیر A5 درست بازی کردم، ندیدم از در D5 رو اصلا. خب زدم من با اسب زدم توی E5، با فیل زدم، گفتم اگر با اسب بزنم با فیل میزنه رخ D8، وزیری 4 فیل 5 وزیر اینجا، من بزنم تو این دیگه رو فیلش نیستم. گفتم اگه بزنم توی 3-5 میزنه توی G7 و بعد از اینکه من پس بگیرم رخ D2 داره میاد. ادامه داره ولی برتری نداره سفید، 800 برتریش، پس چیز آنچنانی نیستش. ببینیم چیزی که خودمون بازی کردیم بد بود یا زدم. میگه نه خوب نبوده، فیل در E5 رخ D8 خوب نبوده، خیلی هم بد نیست، 14 ها. یعنی من اینجوری گفتم پیاده رو میگیرم، 14 فیل افسرم اتفاقا اینجا براش دیدم، گفتم یا فیلو برمیگردم یا وزیر 5، رو وزیر 5 برنامه ریزی داشتم. بد نیست، خوب بازی کردم، بد نیست دیگه. اگه اون من ارزیابی این وضعیت رو انجام ندادم، یعنی ببینید ارزیابی این وضعیت هم خوب نبود، اینو توی محاسباتم گفتم، گفتم این وضعیت رو داشتم حساب میکردم، گفتم میزنه بهتره یه پیاده جلوه، ولی اینطورم نیست. یعنی چون رخ من میشینه تو D2، حتی میگه E4 E5 بازی کن، مثلا میگه E4 E5 وزیر F3 فیل E6، بازم رو C2ی خواست دفاعش کنه رخو به کار D2، جبران کافی داری در ازای پیاده، درستم میگه، رخات داره میاد، داره میاد D8 البته نه اینجا، فیل داره میاد C4. اینو من نتونستم خوب ارزیابی کنم، اگر خوب ارزیابی میکردم این کار رو میکردم، ولی خب من گفتم پیاده رو پس بگیرم از ناچاری، یعنی با محاسبات خوبه، محاسبات هم خیلی هم بد نبود، فقط طول کشید. رخ 3-1ش خوب نبوده، میگه فیل F3 رخ 3-1 فیل D3 اوکی، فیل در D3 زد توی بازی رخ در D3 H4. اینجا گفتم وزیر 6 بازیش نکرد، وزیر 6 گفتم من باید وزیر، من رو وزیر 5 فکر داشتم میکنم، آره وزیر 5 رو بیشتر دوست داشتم. رخ D8 گفتم خب حالا وزیر 6 E5 رو، حالا H5 میخواستم من وزیر فشت بازی کنم، ولی وزیر G5 داره، حالا F6 G5 من میبینی چرا رخ D8 کردم؟ گفتم خب H5 که نداره، با وزیر میزنم H4ش بیهوده است، ولی وزیر 6 داره، حالا که E5 کردم حالا H5 ارتباط قطع شد، ولی خب بازم وزیر فشت، وزیر اینجا F6 وزیر 4 G5 بازم این بازی یکم سفید بهتره، واقعیت هم خونهای سفید رنگم رو ضعیف کردم، ولی خب فیل داره انقدر نمیتونه ازشون استفاده کنه. به هر حال ندیدم و اوشون هم ندید، آسه کرد دیگه، رفتیم برای تعویض، اذیتش کردیم، رفت اونجا. H5 هم خوب بود، B5 هم خوب بود، شایفش دیگه، آدمیزا شایفش بازی نمی کنه. اینا رو قبول دارم اوکی بازی کردم، رخ D6 با کلاستر بود، میگه وزیر C2 کرد حریف من، آره من رخو برگشتم D7. چرا رخ D7؟ چرا رخ D6 نه که یکم اسبتم نگه داری توی اون لاینای بعدی، دیدی که به مشکل خوردی، رخ D7 هم مشکل داشت. اینجا وزیر، آها میگه یه ذر وزیر رو برو تو دیگه،
یه ذره برو چرا لفتش میدی، بعدش میتونی رخ دپن رخ فنجینام بیای. شاه چپ شاه جه دو ای پنج، یکم به سه بازی کرد ای چهار فیل به دو. انصافا رخ د شیش رو خوب پیدا کردم، تنها حرکت زمانم هم کمه، داره وزیر سه سه میاد. ببینید اسبو بخوام مانور بدم وزیر سه سه باید اف شیش بازی کنم، دیگه اسب فن وزیر رو میکاره چشم مات. پس رخ د شیش رو خوب پیدا کردم اینجا، گفتم آقا رخ د شیش وزیر رو بیاد دیگه اف شیش دارم، حالا اسبم هم داره میاد ای پنج اوکیه. ولی خب حریف نیومد، وزیر رو گذاشت سه پنج، رخ و برو دی دو. ای اصلا رخ اف یک تک حرکت، رخ در بدو، رخ در اینجا، رخ در بی سه، وزیر در آشیش. خب اینم که مثل بازی میشد، حالا زیاد فرقی نمیکرد. رخ دی یکیش دادم، شاه اومد بالا، آ وزیر در بی سه میگه یه ضرب بزن، من وسوسه شدم و واقعا چه جا وزیر سه سه باید بازی میکرد، شاه جی دوش خوب بوده، مساوی بوده، پس من فکر میکردم برندم، خبری نیست. G4ش هم زدیم، H5ش هم زدیم، هرچی گذاشت جلو دستمون زدیم، اینم زدم، وزیر رو برگشتم، شاه رو رفتم اینجا، وزیر D6 کیش اینجا خوب شد، وزیر اینجا رو پیدا کردم، چون داشت کم کم شاهش داشت میومد، اگه وزیرها رو یه جای خوبی اینجا بتونه تعویض کنه، مثلا من وزیر G6 اینجا کیش بدم، بازم مساویه ها، چون که F5 دارم، بازم مساویه. اوکی اوکی، ولی خب چرا باید تعویض وزیر کنم؟ کیش وزیر F4 اینجا دیگه کیش F5 مجبوره به تعویض و تقابل توی آخر بازی، دیگه این بازی مساوی میشه، هیچ کدوم نمیتونیم نفوذ کنیم و بازی مساوی شد. امیدوارم که این بازی براتون آموزنده بوده باشه. شروع بازیش هم میگم من، مگر اینکه خودم در آینده یه بررسیایی داشته باشم ازش، چون که یه بازیکن حرفه‌ای باید بدونه که الان من این سیستما رو خیلی وقت توی مسابقات بازی نمی‌کنم و برای کسی تدارک نچیدم خیلی دقیق یادم نیست. حالا بریم ببینیم حریفمون اسمش چیه. حالا اسم داره، فلیکس ایزیتا تاکس باری از داکار، فلیکس ایزیتا. خب ریتینگ بلیت سیناش هم خیلی بالا نیست، شاید هم کم بازی کرده، ولی خب یه استاد بزرگه. حالا اگه عکسش رو پیدا کردم حتما براتون توی تامنیل ویدیو میذارم. امیدوارم که ویدیو خوبی باشه، بتونه یکم این روزهامون رو بگذرونیم باهاش و با لایک و کامنت هاتون نظراتتون رو راجع به بازیم بنویسین، از شطرنج و زندگی هم لذت ببرید.